سلام و احوالپرسی، خوش اومدید به یه خلاصه فیلم جذاب تینیجری از چنل فکت تایم. فیلم با این دلانگیز به اسم نووا شروع میشه که داره وسایلش جمع میکنه با مادرش رافائلا به خونه شوهر مادرش یا همون بابای ناتنیش ویلیام برن و اونجا زندگی کنه. ویلیام یه پسر جوان به اسم نیک داره که تقریبا همسن نوواست. ویلیام از نیک خیلی راضیه و میگه اون تا حالا هیچ آزار و دردسری برای من نداشته و خیلی هم پاستوریزه است. نیک و نووا تو اولی ملاقاتشون تقریبا نشون میدن که از همدیگه خوششون نمیاد. نووا از اینکه به اون خونه اومدن متنفره و دلش میخواد پیش دوستاش و دوست پسرش باشه. یه شب که اونا به رستوران رفتن، ویلیام از نیک میخواد تا نووا رو به خونه برسونه. تو مسیر اونو با هم دیگه دعوا میکنن و نیک اونو وسط خیابون پیاده میکنه و میره. یکی نیست بگی دیوس چرا با نعمت خود همچین کاری میکنی؟ کمی بعد یه پسر دیگه به اسم ماریو میاد و نووا رو سوار میکنه. رفقا قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینید، لطفاً با لایک کردن ویدیو و سابسکرایب چنل از من حمایت کنید. دمتون گرم. توی راه نووا به اون پسر توضیح میده که چی شده و چرا وسط خیابون تنهاست. ماریو میگه من نیک رو میشناسم و میدونم که چرا باهات این کارو کرده. بعدم نووا رو به یه مهمونی میبره که نیک اونجاست. انگار اونقدری هم که بابای نیک میگفت پاستوریزه نیست. بعد میبینیم نووا با دختری به اسم جینا دوست میشه. نووا با یه پسر دیگه صحبت میکنه که بهش مشروب میده. تو همین لحظه نیک میرسه و اون پسر رو چک و لقدیش میکنه. به نووا میگه این دیوس تو مشروب مواد میریزه، میده به دختر و بیحالشون میکنه، بعد اونا رو بیحال میکنه. اما نووا گوش نمیده و مشروب رو میخوره. نیکم به نووا میگه جمع کن بریم خونه تا به چاک نرفتی. تو مسیر نووا داشت چرت و پرت میگفت و معلوم بود حالش خوب نیست. موقعی هم که نیک نووا رو میذاره تو تختش، نووا شروع به ابراز علاقه به نیک میکنه. صبح روز بعد اونا چیزی به روی خودشون نمیارن و رفتارشون با هم دیگه مثل قبله. کمی بعد با هم دعوا میکنن. نووا میگه این لاشی دیشب با گوشی من به مامانم پیام داده و گفته نیک پسر خیلی خوبیه و از این حرفا. نووا از این هرسش گرفته که نیک داره خودشو خوب جلوه میده. مدتی میگذره. نووا میفهمه که نیک تو مسابقه ماشین شرط بندی و قمار میکنه. هرچی بیشتر میگذره پسر خلافکارتر میشه. کمی بعد یه عکس از یه ناشناس واسه نووا میاد که نشون میده دوست پسرش با یه دختر دیگه ریختن رو هم. اعصابش بیشتر داغون میشه. جینا بهش میگه بی خیال باش، تو هم با یکی دیگه دوست شو، عکسشو براش بفرست. نووا به حرفش گوش میده. کمی بعد نووا با یه پسر دیگه داره عکس میگیره. نیک میاد به پسر میگه دکمتو بزن برو، تو از باسن آویزونت نکردم. نووا میگه میخواستم عکسو بفرستم واسه دوست پسرم و بگم منم با یکی هستم. نیک میگه من تو رو میبوسم، عکس بگیر بفرست واسش. ولی بوسه اونا معمولی نشد و انگار با حس بود. نیک به نووا میگه سوار ماشین شو، به لینا بگم برسونتت خونه. نووا میره تو ماشین منتظر میمونه. نیک هم اون طرف داره ترتیب لینا رو میده. تو همین لحظه گونی میاد کنار ماشین نووا وای میسه و بهش میگه باید با هم مسابقه بدی. نووا میگه اوکی، دشواری نداریم. بعد نیک میفهمه که نووا داره با بزرگترین رقیبش مسابقه میده. نووا مسابقه رو میبره. پشمای نیک ریخته، اما میدونه که به اون یارو نمیشه اعتماد کرد. نیک و رونی با هم دعوا میکنن و نووا با نیک از اونجا میرن و میدونن رونی براشون دردسرساز میشه. یه روز نووا میفهمه که نیک یه خواهر کوچیکتر از خودش داره. نووا از نیک به خاطر مسابقه‌ای که با رونی داده بود عذرخواهی میکنه. بعدم با هم دیگه صحبت میکنن. نووا در مورد پدرش حرف میزنه که توی زندانه. اونا به هم نزدیک میشن و هم دیگه رو میبوسن. از طرفی میدونن اگه پدر مادرشون بفهمن اجازه نمیدن حتی هم دیگه رو ببینن. چه برسه به اینکه بخوام با هم رابطه داشته باشم. مدتی میگذره. یه روز مادر نووا میگه برات یه سورپرایز دارم و بعدم به دوست پسر نووا اشاره میکنه که اومده چند روز با اونا باشه. اما نووا دیگه از اون خوشش نمیاد، هم به خاطر اون عکسی که فرستاده بودن، از طرفی عاشق نیک شده. نووا سعی میکنه نذاره دوست پسرش نیکو ببینه، چون با عکسی که نووا براش فرستاده بود احتمال داره نیکو بشناسه و به خانوادهشون بگه. دوست پسر سیریش میشه و نمیره. نووا و نیک میبینن فایده ای نداره. وقتی مادر نیک میره میپرن تو استخر و همدیگه رو میبوسن. پسرم بیخیال میشه و میره. چند روز بعد یه دسته گل و یادداشت تهدید به نووا میرسه. همون شب رونی با دوستاش از خجالت نیک در میان و چکیش میکنه.
وقتی هم نیک به خونه میاد، لوبا اونو میبینه و خیلی ناراحت میشه و از ناراحتی اونو میبوسه. فکر کنم اگه یکم دیگه ناراحت میشد بهش میداد. صبح روز بعد دوباره یه یادداشت از یه غریبه به نووا میرسه، ولی اون چیزی به بقیه نمیگه. مادرش بهش مشکوک میشه چون همسر سابقش بهش زنگ زده بوده. یه شب نیک و نووا با دوستاشون به جایی میرن. نیک میخواد شرط بندی کنه اما نووا جلوشو میگیره. نیک هم عصبانی میشه و بازوی نووا رو یه جوری فشار میده که من واقعا ناراحت شدم. آخه ببین لاشی با نعمت خدا چیکار میکنه. نووا هم باهاش قهر میکنه. خلاصه این دوتا برای مدتی کاری با هم ندارن و کات میکنن. بابای نیک بهش میگه مراقب نووا باش چون پدرش از زندان آزاد شده و احتمالاً بخواد به اونا آسیب بزنه. همون شب نووا توی مهمونیه و پدرش که از زندان آزاد شده بیرون منتظرشه. نیک هم میره که حواسش به نووا باشه. نووا حسابی مست شده. نیک اونو به خونه میاره و وقتی میخواد از اتاق بره بیرون نووا میگه نرو. اونا با هم میخوابن و اولین رابطه ای اونا شکل میگیره. صبح روز بعد ویلیام اونا رو تو عملیات میگیره، اما به خاطر خواهر نیک که توی بیمارستانه کاری بهشون نداره و میگه فعلا پاشو برو بیمارستان، بعدن درت میذارم. نیک و نووا میرن پیش دختر کوچولو. دختره به نیک میگه نووا چقدر خوشگله، دوست دخترته. وقتی دارن از بیمارستان برمیگردن ماشین رو تو ساحل نگه میدارن و از اون کارا میکنن. نیک لاشی حالا دیگه سوراخو پیدا کرده، زبط و زبط میخواد دختره رو بکنه. کمی بعد تو پمپ بنزین وای میستن تا چیزی بخرن. رونی و یه پسر دیگه میان و نیکو میدزدن. نیک هم نمیتونه هیچ گویی بخوره، فقط کردن و بلده دیگه. اونا با پلیس تماس میگیرن. اون طرف نووا رو نشون میده که کاملا شوکه شده چون پدرش کسیه که اونو دزدیده. اون به زنش رافائلا که با یه مرد پولدار ازدواج کرده حسودی میکنه. بعدم زنگ میزنه به اونا و میگه $1,000,000 بهم بدین تا نووا رو آزاد کنم. اونا هم قبول میکنن. روز قرار ویلیام و رافائلا با پول منتظر وایسادن. نیک و یه افسر پلیس هم از دور حواسشون هست که یه دفعه نووا و پدرش از یه جایی با ماشین میان بیرون و پدر نووا به ویلیام شلیک میکنه. بعد از یه تقریب و گریز هیجانی نووا با پدرش مقابله میکنه و ماشین رو به لنگرگاه میبره. نیکم پشت سرش میره، ماشین رو بر میگردونه و اونا روبروی هم با سرعت میان تا با همدیگه برخورد کنن، ولی چند ثانیه قبل از تصادف ماشین رو میچرخونن تا کنار هم قرار بگیرن و پلیس به پدر نیک شلیک میکنه. اینجاش یه خورده فیلم هندی بازی بود. کمی بعد رافائل میاد و نووا رو بغل میکنه و به خونه برمیگردن. تو خونه هم نیک از فرصت استفاده میکنه و به اتاق نووا میره و باش میخوابه و فیلم همینجا تموم میشه. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودید. لطفاً لایک و سابسکرایب کنید. دفعه بعد با یه فیلم جذاب دیگه میبینمتون.